سلام بر شما، با خبرهای افغانستان و جهان خوش آمدید. در آغاز سرخط چند خبر. خواسته رئیس جمهور غنی بر استراتژی منطقوی به خاطر حل چالش های منطقه در کنفرانس شانگهای. بر عهده گرفتن امور مالی و تمویل نیروهای افغان از سوی حکومت افغانستان. و سفر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به سنگاپور برای آمادگی ها به خاطر دیدار با دونالد ترامپ. مشروع خبرها، من رابعه ابراهیم خیر هستم. کشورهای عضو سازمان شانگهای بر مبارزه مشترک در برابر تروریسم توافق کردند. رئیس جمهور غنی در کنفرانس شانگهای خواهان استراتژی منطقوی به خاطر حل چالش‌ها شده است. از سوی دیگر نخست وزیر هندوستان هشدار داد که هیچ کس باید در برابر بروسگی صلح افغانستان مشکلات ایجاد نکند. با این حال به شمول روسیه، کشورهای آسیای میانه مبارزه بر ضد تروریسم را اولویت خود یاد کردند و از همکاری‌های خود اطمینان دادند. نشست سران سازمان شانگهای که برای اولین بار هند و پاکستان عضویت کامل آن را به دست آورد، اولویت آن تامین امنیت در منطقه و مبارزه بر ضد تروریسم است. رئیس جمهور غنی که به حیث ناظر در این نشست اشتراک نموده، گفت که بی‌باوری ها میان کشورها بیشتر شده و نیاز است که به خاطر همکاری های مشترک اجماع منطقوی ایجاد شود. Meet against the background of global uncertainty and disruptive change. در زمانی قرار داریم که فضای بی‌باوری و مخربانه به سطح جهان به میان آمده. به خاطر حل مشکلات منطقوی به استراتژی منطقوی نیاز است. روابط میان کشورها و چنین کنفرانس‌ها مشکلات را حل و روابط را به شکل سیستماتیک گسترده و فضای اعتماد به میان می‌آورد. Afghanistan is making good progress in national reconciliation. از تلاش های شما در زمینه صلح و بخش های دیگر قدردانی می کنیم. در ملاقات با کشورهای عضو سازمان شانگهای توافق نمودیم که در بخش صلح همکاری می نماییم. حکومت افغانستان و طالبان بعد از جنگ 17 ساله برای اولین بار آتش بس اعلام کردند. نخست وزیر هند از این آتش بس استقبال کرد و همچنان هشدار داد هر کشور که این آتش بس را با چالش مواجه سازد برایش خوب نخواهد بود. افغانستان ما متاسف هستیم که افغانستان یک نمونه تروریسم است. افغانستان در بخش پروسه صلح پیشرفت‌های خوب کرده است. این مسئولیت کشورهای منطقه است اقدامی نکنند که پروسه صلح را با چالش مواجه سازند. Peace and stability in Afghanistan is a shared concern of SEO member states. ثبات در افغانستان به نفع همه است. از پروسه صلح به رهبری حکومت افغانستان حمایت میکنیم. اقدام خوب انجام داده است. فضای اعتماد باید به میان آید و پروژه های اقتصادی باید سیاسی نشود. به شمول روسیه، کشورهای آسیایی میانه در مورد گسترش تروریسم در افغانستان و منطقه نگرانی ابراز کرد و تأکید صورت گرفت که مبارزه بر ضد تروریسم در افغانستان و منطقه مسئولیت همه است. اولویت ما مبارزه بر ضد تروریسم و افراطیت است. ما باید به طور مشترک با آن مبارزه کنیم و همچنان پروژه های اقتصادی را در افغانستان تطبیق نماییم تا صلح و ثبات تامین شود. کشورهای آسیای میانه نزدیک به 60% سرحد با افغانستان دارند. کنترل طالبان در این مناطق گسترش یافته که نگران کننده است. کشورهای عضو سازمان شانگهای در بخش مبارزه بر ضد افراطیت استراتژی 3 ساله را امضا کردند و به شمول افغانستان بر تطبیق پروژه های مشترک توافق کردند. حکومت افغانستان مسئولیت امور مالی و تمویل نیروهای امنیتی افغان را بر عهده خود می‌گیرد. در دهمین نشست نظارت و هماهنگی برد مشترک گفته شده است که حکومت افغانستان با پایان یافتن سال 2024 میلادی مسئولیت تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی را بر عهده خود خواهد گرفت. نمایندگان کشورهای دیگر در این نشست تعهد کردند که در نشست آینده ناتو تعهدات کمک‌ها با حکومت افغانستان را تمدید خواهند کرد.
دهمین نشست نظارت و هماهنگی برد مشترک. نمایندگان حدود 25 کشور جهان در اینجا گرد هم آمده تا در مورد مشکلات، مبارزه بر ضد فساد و قاچاق و پیشرفت های نیروهای امنیتی ارزیابی کنند. عواید وزارت مالی از 3 سال گذشته به این طرف بیشتر شده، اما اکنون کار میکنند که حکومت افغانستان با پایان یافتن سال 2024 میلادی مسئولیت تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی افغان را بر عهده خواهد گرفت. تعهد حکومت افغانستان در کنفرانس شیکاگو، حکومت افغانستان الی ختم سال 2024 اکثریت مسئولیت تمویل هزینه نیروهای دفاعی و امنیتی را انشاءالله به عهده خواهد گرفت. حکومت متعهد به ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی، مبارزه با فساد اداری و افزایش سهمگیری در تامین مخارج نیروهای امنیتی تلاش می کند. این نشست نظارت و هماهنگی برد مشترک در هر 6 ماه یک بار برگزار می شود که نمایندگان نهادهای امنیتی پلانهای کاری و مشکلات خود را به جهانیان ارائه می کنند. سفیر نیدرلند از فعالیت‌های نیروهای امنیتی افغان قدردانی کرد و به دیگران پیشنهاد می کند که باید به آنان کمک کنند. ما تعهدات خود را در نشست وزرای دفاع در پیوند به افغانستان در بروکسل نشان دادیم که با نیروهای افغان کمک می کنیم و ناتو این تعهد خود را در نشست آینده ماه جولای دوباره تمدید خواهد کرد. نیروهای افغان نسبت به گذشته بسیار قوی شده و اجازه نداده است که افراد مسلح بخش های زیاد افغانستان را تصرف نمایند. ما از پیشنهاد صلح حکومت افغانستان به طالبان استقبال و از آن حمایت میکنیم. در سال 2014 میلادی که تعداد زیادی نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شدند و مسئولیت امنیتی بر عهده نیروهای امنیتی افغان سپرده شد، تلفات نیروهای امنیتی بیشتر گردید. اما اینکه امور مالی بعد از سال 2024 میلادی به نیروهای امنیتی افغان سپرده می شود، همزمان با این اعتماد کم وجود دارد که حکومت افغانستان از عهده این مسئولیت بیرون شود. ثبت نام برای انتخابات در قریه های ولسوالی ها آغاز شد، اما بر علاوه مشکلات در دو مرحله، نخست ثبت نام با مشکلات زیاد روبرو است. نهادهای نظارت کننده بر انتخابات میگن ثبت نام در قریه ها شکل خیالی دارد و انتخابات تنها در مناطق امن برگزار خواهد شد. از سوی دیگر رئیس جمهور تاکید می‌ورزد که بر علاوه انتخابات پلیسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها، انتخابات ریاست جمهوری نیز به وقت‌های معین آن برگزار خواهد شد. او دغه په ځات کې یو ستونزه ده چې د ټاکنو امیدوار ته ورسو، نو ټاکنه موږ چې په خامه اندېښنه ښودلې وه چې هغه لړۍ به محدوده کېږي ښارونو ته او امن سیمو ته، تقریبا په موږ شکل باندې دغه طرح عملي کېږي. وزیر برکنار شده آب و برق وظیفه اش را رها نمی کند. رئیس جمهور غنی که بروز شنبه علی احمد عثمانی وزیر آب و برق را از وظیفه برکنار کرد می گوید اکنون به حکم ریاست ارجایه به وظیفه اش ادامه می دهد. قرار بود پروژه های برزش 20 میلیون دلار با شمار شرکت های برنده امضا شود که در نتیجه خالیگاه قانونی بعضی آنها به این مراسم حاضر نشدند. بخشی از سوال هایی که شما دارین مطابق اعلامیه که از طرف ریاست اجرایی صادر شد به بخش از سوال شما و همچنین موافقت نامه حکومت وحدت ملی پاسخ گفته شده، ولی همه جواب ها رو میگذاریم در یک برنامه که راجع به همین قضیه ما شما صحبت داشته باشیم. شمار جوانان در کابل از اعلام آتش بس از سوی حکومت افغانستان به طالبان حمایت کردند. جوانان از طرف های درگیر جنگ در کشور خواستند که به خاطر تمدید آتش بس تلاش نمایند. حالا چه افغانان نور له جګړو ستړي دي، له اوسني حالت ستړي دي، له چاپو ستړي دي، له وحشت ستړي دي، له بمباری ستړي دي. موږ نور جګړه نه غواړو. د جګړې طرفین باید په اجباري شکل باندې نور د ملت غوښتنه ومني او رښتینی سولې ته. مشران و جرگه از حکومت و طالبان خواسته است که آتش بس انجام شده را تمدید نمایند. اعضای این جرگه میگویند حکومت و طالبان با اعلام آتش بس رضایت مردم را به دست آوردند و اکنون نیاز است که هر دو طرف بر صلح تمرکز نمایند. اعضای مشران و جرگه میگویند اگر هر دو طرف در جریان آتش بس بالای یکدیگر تیراندازی کنند، دشمن اسلام و صلح خواهند بود. دوربند صرف یا امتحان ده و خیلی امتحان ده، خدا دیو که چی ده په دوامدار شکل باندې عمران په افغانستان کې د اوربن دغه سلسله مراد شي او الله دې نور دلته او په ټوله اسلامي نړۍ کې دا د وینو سیلونه او دریابونه چې روان دي دا بند کړي.
کشورهای عضو سازمان همکاری های سازمان از کمک های دوامدار در بخش های اقتصادی با افغانستان اطمینان دادند. روسیه، هند، پاکستان و تاجکستان تعهد نمودند که کمک های خود را در بخش پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و کاهش فقر در افغانستان بیشتر خواهند ساخت. این کشورها باور دارند که در پیوند با آینده افغانستان مهم است که خود افغان ها فیصله کنند. برای ما مهم است که در بخش‌های تجارت، ترانزیت و اقتصاد با افغانستان همکاری کنیم تا در یک افغانستان باثبات کمک نماییم. راهبرد ملی صادرات افغانستان به روز یک شنبه به گونه رسمی گشایش یافت. رهبران حکومت تصویب و عملی شدن این راهبرد را در توسعه روند تجارتی و تقویت اقتصاد کشور گام مهم می‌دانند. این راهبرد با همکاری فنی مرکز تجارت بین المللی، وزارت خانه‌های اقتصادی، بخش خصوصی و تجاران کشورها آماده شده است. خود صادرکننده ها مولدین ضرورت ها را تشخیص کردند، به همکاری نماینده هایشان در بخش اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و شعبات مربوط و همکاری امرایشان صورت گرفته، پرکتس بین المللی هم در نظر گرفته شده. برنامه ستاره قرآن تلویزیون شمشاد به پایان رسید. در این برنامه حافظان مرد و زن از ولایات مختلف شرکت کرده بودند که تا مقام سیوم جوایز نیز اهدا کردید. داوران مسابقه قرآن میگویند که این رقابت به گونه شفاف انجام شده است. با این حال پانتون الازهر مصر و علمای افغان از الحاج فضل کریم فضل مؤسس تلویزیون شمشاد اظهار تشکری کردند که به برنامه های اسلامی خاص ارزش داده است. این علما از بعضی رسانه ها انتقاد کرده که برای گمراه ساختن جامعه برنامه می سازند و از راه های اسلامی سرپیچی می کنند. خبرهای جهان لحظات بعد. در ادامه چند خبر از جهان. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به سنگاپور رسید. کیم در دیدار تاریخی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عازم سنگاپور شد. در نظر است که هر دو رهبر به تاریخ 12 جون با هم دیدار نمایند. در ویدیوی نشر شده در رسانه‌ها دیده می‌شود که کاروان طویل کیم از میدان هوایی چنگی در حال بیرون شدن است. کیم با لی لونگ نخست وزیر سنگاپور نیز دیدار خواهد کرد. سنگاپور در مورد سفر ترامپ و زمان آن تا اکنون چیزی نگفته است. چین خواهان انکشاف رابطه خوب با پاکستان است. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با ممنون حسین رقیب پاکستانیش بر رابطه دو جانبه تاکید ورزید. شی افزود که رابط میان هر دو کشور در سالهای اخیر بهتر شده است. هر دو جانب بر موضوعات مهم منطقه نیز گفتگو کردند. چین در کنفرانس شانگهای تعهد کرد که با پاکستان در بخش مبارزه بر ضد تروریسم و امنیتی همچنان همکاری می کند. از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت جهان سپاس. وقت بخیر. خدا نگهدار.